میگم بیا خودمونی و دوستانه با هم حرف بزنیم. من اینجا میام هر چی سفر بیام کربلا، میام توی استادیوم، میام توی شبکه، قمم که هستم با این بچه ها. خدا میدونه وقتی میبینم این بچه ها اینجوری کار میکنن خودم خجل میشم، میگم اینا کار میکنن یا من. بزرگوارید صدای امام حسین و مکتب تشیع و شهدای راه تشیع و شهدای شیعه با این شبکه داره به آسمان ها به عالم میره. خرج داره. بچه شیعه ها کجایید؟ 3000 شبکه ماهواره دست دشمن های شیعه داره شب و روز کار میکنه. نگذارید اینا لنگ بمونن. مسلمان هایی که در آمریکایید، در کانادایید، در اروپایید، در لندنید، در فرانسهید، شیعیانی که پخشید در دنیا، این پولا را نگذارید برای آینده برای بچه، بگذارید براشون به اندازه کفایت اینجاشون. امیرالمومنین فرمودند که چرا کار، چرا جمع میکنی برای اولادت؟ اولادت اگر مؤمنه خدا کفیلشه، اگه غیر مؤمنه تو جمع میکنی برای غیر مؤمن. امیرالمومنین فرمودند بیایید بابا، اینا قرض دارن، گرفتارن، این کار خرج داره، میلیاردی پول میخواد، میلیاردی پول خرج داره. این حسینی را رفتم ساختمان شبکه جهانی، 5 طبقه آهن کلاف کردن دنبال هم، میخوان طاقش را بزنن. کارش امسال ساخته نشه سال دیگه ساخته میشه، 2 سال دیگه ساخته میشه، 3 سال دیگه ساخته میشه. بیا تو کربلا هزینه کن. یه کسی دارن این دور برای حرم را دارن توسعه میدن، دارن میخرن دو حسن حضرت زینب درست میکنن، دارن خراب میکنن میرن. یه کسی ملکش فروخت به آس به حرم و تحریم امام حسین 3 میلیارد، 3 میلیارد ملکش فروخت به حرم امام حسین. چکا گرفت فردا صبح بره بانک بگیره و ملکا تحویل بده، صبح مرد. این 3 میلیارد بچهاش تقسیم کرد. خودش حالا میره اون برای امام حسین میگه ملکی که مال من بود تو کربلا به من فروختی 3 میلیارد گذاشت مال بچه‌ها دو اومدی. من اینو تصحیح بکنم، اونجا 3 میلیارد دینار که چیز حدود 10 میلیارد تومان ایران میشه. ها 3 میلیارد دینار عراقی، یعنی که 10 میلیارد ایران میشه، یعنی کمتر. اینا عزیزان من، از مراجعیدون اجازه بگیرید، مراجعیدون اجازه میدن بابت سهم امامش، هر جوری که مرجع اجازه میده، البته من به این کار مداخله نمی کنم، هر جوری که اجازه میدن کمک کنید به خدا، دارن خسته میشن. صدای شیعه، صدای امام حسین، اونقدر سنی شیعه شده با این شبکه، اونقدر مسیحی به سمت تشیع اومده، اونقدر جوانای شیعه که باباشون خوبن از فشار حکومتای بلاد شیعه رفتن به سمت اروپا، آمریکا، خودشون خوبن، بچه‌هاشون تو بلاد کفر، خدا رو تماس میگیرن میگن آقا بچه ما رو این شبکه کشید پا اینجا، آدمش کرد، نماز خونش کرد، روزه گیرش کرد. چقدر به خود ما مراجعه میکنن، چقدر ایمیل میاد، چقدر تماس میگیرن، چقدر تلفن میکنن. اینا برکات خدا میدونه. به داد مذهب شیعه برسید، به داد امام زمان برسید، به داد قدیر برسید، به داد امیرالمومنین برسید، به داد بچه شیعه که اینجا تو دنیا دارن مظلومیت میکشن، محرومیت میکشن. هیچ کی نمیخواد از کشور خودش، شهر خودش، بلد خودش فرار کنه، بره تو غربت زندگی کنه. فشار سنگینه که اینجور دارن در میرن. خب بداد برسید، کمکشون کنید. خدای عالم شاهده من در حد، نگه خودت کار میکنی، من در حد خودم دارم میکنم، خدا میدونه در حد خودم، اونی که من در توانمه کوتاه نمیام، نمیخوام حالا بگم و ریا کنم، ولی بیا تو کربلا سرمایه گذاری کن بغل امام حسین. عزیز من، یه کسی خونش رو میخواست بده، گفته بود که من نمیدم، هرچی گفتن نمیدم. روز عید قدیر اومد گفت بگیر، گفتن روز عید قدیر، گفت میخواستم خاک کربلا را روز عید قدیر تقدیم به امیرالمومنین کنم. سلیقه را ببین، هوش را ببین، استعداد را ببین. هر کی هر جوری میتونه کم دارن، باقی دارن میارن. خیلی خرج، خزینه سنگینه، خزینه بالاست. خواهش میکنم به خدا هر کی هر جوری میتونه دستگیری کنه، که انشالله امام حسین دستگیری میکنه. شما بده ببین امام چیزی داره دعات میکنه، شما بده و از دست امام حسین بگیر، بده و از دست امیرالمومنین بگیر، بده از دست امام زمان بگیر. شبکات شیعه را تقویت کنید برابر وهابیت، برابر یهود، برابر کمونیست، برابر این شبکات فساد که دختر و پسر داره به تباهی میکشه، به نابودی میکشه. کمک کنید تا مذهب تشیع صداش به دنیا بره.
دنیا اروپا نمیشه امام حسین کیه، آمریکا نمیشه امام حسین کیه، با این شبکات داریم میفهمه امام حسینی ما داریم، کربلایی داریم، چه اربعین چه خبره؟ کی سابقه داشت در عالم تشیع؟ 20 پارسال من اینجا بودم، 29 میلیون اومد کربلا. خب همین تبلیغاتی که داره کار انجام میده.